دوبله شده در استدیو جن. بله درن، اوضاع چطوره؟ به طور خلاصه بگم که برای آژانسی مثل آژانس ما که همش به تکاپو عادت داره، امروز یه روز آرومه. فقط اطلاعات مربوط به کارخونه جواهرات مونده که اونم مشکلی نداره، در طول روز حلش میکنی. باشه، حل پس خوبه، دستتون درد نکنه. میبینی چون تو آژانس کار زیادی نیست چقدر یه ناراحت شد؟ یعنی میخواد افراد آژانس تا حد مرگ کار کنن، مثل برده ها کار کنن. چیز نکن، اصلاش نکن. مگه میشه جونم؟ درسته گفتیم راحتیم، هنوز او کلی کار رو سرمون ریخته. زود باش سنم جون عزیزم، بریم سر کارمون. خب سنم تو بمون، میخواد کلی کار بریزه سن. آره انگار اینطوری. بله گوش میکنم جون. بذار بره. بایسا بایسا بایسا، در رو ببند. نمیشه، در رو نبندی. سو تفاهمش آقای جا، فکر نکن کارا کم و علکی خوشحال نباشی. نه خوشحال نیستم، برعکس خیلی هم ناراحت هم. میدونین چرا؟ یعنی فکر این که این 12 روز بدون کار چطوری میخواد بگذره منو دیوونه میکنه. آفرین تو آفرین، برات یه خبر خیلی خوب دارم. چی؟ من یه دوستی دارم که یه برندی برای خودش داره، میخواد پروژه تبلیغاتشو به ما بده. خیلی باعث افتخاره، چیز قشنگی، اما ما باید قبلش یه نمونه کار بشه. باشه بلد. پس بچه ها رو جمع کنیم، با هم دیگه حلش میکنیم. حلش میکنیم. فقط این کار اینجوری نیست. این دوستم میخواد که این کار، البته خب دلایل منطقی برای خودش داره، میخواد خیلی خیلی مخفیانه انجام بشه و من میخوام این کارو فقط تو بدونی، تو روش کار کنی و تو انجامش بدی. دوستتون تو سازمان سیا کار میکنه؟ نه. باشه باشه، پس من باید اطلاعات محصولاتش رو بدونم. چه میدونم مثلا برندش چیه، چه جور محصولاتی محصولش داره؟ محصولش کلن چیزه، توپه. توپ؟ آره توپ، همون توپی که میدونی. باشه. آره انواع توپ، بسکتبال، فوتبال، تنیس و اینجور چیزا، انواع مختلف توپ دیگه. توپ دیگه، خیلی راحت. خیلی خوب، اسم برندشون چیه؟ اسم مارکش اسپورتیو لاینه. لاین. باشه پس من در موردش تحقیق میکنم دیگه. شروع کردی به نوشتن، سب کنمون. بشین و بنویس. بیا اینم از صندلی. باشه بشین و بنویس. باشه من فورا در موردش تحقیق میکنم از اینترنت. باشه، فقط سایت اینترنتی نداره، چون برند جدید هست داره تازه پا میگیره، هنوز سایت درست نکرده. به هر حال یه مارکت جدیده، برای همین متاسفانه هنوز سایت. پس اون وقت از سایت تأسیس شرکتشون بررسی می‌کنه. شرکت لوازم ورزش اسپورتیو لاین، اما سایت اینترنتی نداره. یعنی داره نداره. یعنی داره ساخته میشه، تازه وارد بازار شدن. خب سایت اینترنتی ندارن، تازه کارن دیگه، سایت ندارن. خب پس چی دارن؟ برندشون طرح داره؟ طرحشون اینجوریه، توپ دیگه، یعنی فوتبال، بسکتبال، انواع مختلف مسابقات و ورزش‌ها. توپ. درخواست اصلی من اینه که بگم بنویسی. حالا هم داری یادداشت می‌کنی؟ باشه. بذار من اینا رو بهت بگم. تو توی آژانس هر زمان وقت خالی پیدا کردی، یعنی تو زمانای خالیت، البته بدون لطمه زدن به کار آژانس، روی این کار کن. با من در میون بذار، با هیچ کس در میون بذار. اینجاش خیلی خوبه. نه زیرش خط میکشه. باشه پس زیرش خط بکش که به کسی نگی. اینجاش خیلی خوب. پس من بعد از ظهر یه تحقیقی میکنم و اطلاعاتو با شما در میون میذارم. باشه، فقط همونطور که بهت گفتم این قسمتش خیلی مهمه. تو این روزا هر وقت که زمان خالی داشتی روی این موضوع کار کن. هرگز به کارهای آژانس لطمه وارد نکن، اونا باید در اولویت باشه. فقط من مطمئن باشم که به کسی نمیگی. فهمیدم. الان این مثل چیز شد، یعنی راستش تو سرم اطلاعات زیادی هست و همون قدم هیچ اطلاعاتی نیست. یعنی اوکی، توپ اسپورتیو لاین توپ. آفرین، اسپورتیو لاین توپ. بله بهت اعتماد دارم، باید این کارو تو انجام بدی. این دوستمو خیلی دوست دارم، خیلی بهش مدیونم. البته، یعنی از اینکه یه تحقیق خوب از آب در میاد خیالتون راحت باشه، چون اطلاعات زیادی دارم. سپورتیو لاین تو. آره دقیقا، فعلا روی این کار کن، فعلا کار کن ببینم چی میشه. خیلی خوب، اینم که حده، اینم که باید بدم به گودی. بله Mm.
بله. تمومه، عالی شد جی جی. من میرم دفتر ایت باشه، یه چیزی به ذهنم رسید باید فوراً بهش بگم، تو هوامو داشته باش. داری کجا میری؟ هنوز تایم نهار نشده. باشه، دارم میرم دستشویی. مثلا دارم میرم دستشویی. دستشویی رفتن یه بار گفتم، من یه دروغو دوبار نمیتونم بگم. دستشویی دیگه، من فقط به اندازه یه تایم دستشویی میرم و میام. خیلی خوب باشه، بیا اینجا ببینم. حواس پرت، حواس پرت. تلفنتو فراموش کردی. خیلی خوب، زود باش دیگه. تو چه موضوعی به توافق رسیدی؟ باز من چه فکر هوشمندانه ای بهش دادم آخه؟ تو چه زمینه ای باز بهش کمک کردم؟ اما منم پیدا کردم البته. آره. درن؟ کارگردان چی گفت داداش؟ آره خوششون اومد. خوششون اومد ها؟ آخه کی از تو خوشش نمیاد؟ اینو به من بگو. خیلی خوب، برو مغازه رو باز. اوه عثمان، آیهان، جوونا، آخه این وقت روز مغازه باز میکنن. رفتم خونه نبودین، این دیگه چجور قصابیه؟ قسم میخورم تو واسه ما مشهور شدی دیگه. سلبریتی شدی عثمان؟ قسم میخورم تو دیگه مشهور شدی. آگهی تو دیدم عثمان، تکرار آگهی تو چندین بار تماشا کردم، چند بار. ایده درخشانی به ذهنم رسید، با خودم گفتم بهتر نیست این محصولات ارگانیک مامان جونم آگهی کنیم و یکم بزرگشون کنیم؟ بهتر نیست؟ موضوع فکر خیلی خوبیه. فکر خوبی کردم. بعدش هم گفتم از عثمان استفاده میکنیم، هم به نفع محصولات ارگانیکیه، هم به نفع عثمان جونه. فقط آیهان، این بچه خیلی باهوشه. این چه حرفیه، نفرمایید. باشه، تو با مدیر برنامه هم تماس بگیر، چون کارهای حرفه‌ایمون رو انجام میده. این محصولات ارگانیک ما دقیقاً به نفع کار حرفه‌ای توه. همه تو رو به عنوان ارگانیکی میشناسن، میگن تو این بچه یه ذره کربن هم وجود نداره، میگن حجم بار منفی تو این پسر صفره. کشتی مظفر، شماره تلفنشو بهت میدم، هر چی خواستی باهاش صحبت کن. باشه، با مدیر برنامه‌ات هم حرف میزنیم پسر جون، باهاش به توافق میرسیم. ما کلی پول داریم، بودجه واسه تبلیغ داریم. یعنی بعد از این کار 100,000 لیر تعیین کردم. 100,000 تومان؟ یعنی خیلی هم زیاد نیستش، بالاخره یه سال میخواد از چهرم استفاده کنی، نرماله. آها راستی، مالیات هم هست. 100 تومان؟ یعنی چی 100 تومان؟ همون 100 تایی که میدونی؟ منظورت پوله؟ یا اینکه منظورت چهره است؟ منظورت پوله؟ منظورت ارقام ریاضیه؟ 100,000 لیر دیگه چیه پسر؟ مگه یه چهره 100,000 لیر میارزه؟ قسم میخورم نمیتونم قسم بخورم. موزو خدا بگم چت نده. موزو پولو شنید؟ قشگره بابا. موزو واو عالیه، یعنی تو درباره معرفی کتاب کلی ایده قشنگ داری. واقعا؟ آره راستش این چند تا رو یادداشت کردم، روشون کار میکنم. ببین این شماره 2 مورد علاقه منه، یعنی من بعدن هم ازش استفاده میکنم اگه از نظر تو مشکلی نداره. این کیک شکلاتی هم مورد علاقه منه. قطعا بازم از اینا میخورم هر وقت بخوای. من بهت گفته بودم سابقه تبلیغاتیت به دردمون میخوره، تازه فهمیدم چقدر تو این موضوع ضعف داشتم. اگه اینا نباشن هم میشه، اما اگه باشه بهتر میشه. خب آره، چیزایی که کارمون رو بی‌نقص میکنن جزئیات هم، مگه نه؟ دقیقا، خیلی خوبه. بهت که گفته بودم این فقط برام یه کار نیست، بزرگترین آرزوم داره به واقعیت تبدیل میشه، یعنی کتابایی که دوست دارم و با طرحایی که دوست دارم میدم بیرون، امیدوارم با هم انجامش بدیم. میدونی چیه؟ منم دوست داشتم که میتونستم دو جا باشم، یکیش یه جنگلی پر از پرنده های مختلف، اون یکی هم کتاب فروشی. چقدر با هم متفاوتن؟ راستش اصلا متفاوت نیستن. من نظرم اینه که کتابا باید مثل پرنده ها آزاد باشن. آدم ها تو خونهشون کتابا رو میذارن تو کمد و درش هم میبندن، من اینو اصلا نمیتونم درک بکنم. یعنی میگی کتابا مثل پرنده ها بتونن پرواز کنن؟ آره، واسه همین من کتابایی که ازشون لذت میبرم و به آدمایی که دوستشون دارم هدیه میدم. حتی به آدمایی که نمیشناسن هم میدم، یعنی یه جوری به دستشون میرسونم. یعنی چی؟ یه لحظه واسه حدس بزنم. کتابا و هدیه. مترو میذاری توی مترو، یعنی برای اینکه بقیه هم بتونن بخونن. تقریبا، اما میذارمشون تو اتوبوس. اما نزدیک شده. یه جورایی تصور میکنم اون کتابایی که من دوست دارم و اونا هم دوست دارن. یه لحظه
چیزه، من به هوای دستشویی از آژانس اومدم بیرون، الان نگرانم میشن، بهتره زودتر برم. باشه، من میرم. واقعا آدم با تو نمیفهمه وقت چطوری میگذره، یعنی زمان مثل برق میاد و میره. اینجا که مشغول بشی بیشتر با هم حرف میزنیم، البته راجع به کتابا. باشه، میبینمت. کیک خیلی خوبی بود. میبینم. صد هزار. فشارش نرماله. هزار، صد هزار دیگه چیه؟ برای هفته ها هم زیاده، ماهیانه هم زیاده، صد هزار تا دیگه چیه؟ موزو، مامان جون، مامان جون، عثمان، مظفر خوبی؟ موزو، موزو، ذهنم برگشت سر جاش، الان حالم خوبه، بکن، الان حالم خوبه. آخش شدم عثمان. باشه پس اگه خوبی من رو همین چند لحظه پیش از مرگ برگشتم، تو قلبم یه گرفتگی تجربه کردم، اما الانم با همین. چقدر خوبی که با همین پهلوونه. بیا یه سلفی با هم بگیریم. بیا با هم سلفی بگیریم. بیا اینجا دیگه، تازه به هوش اومدی. بیا اینجا خواهیم سلفی بگیریم. بیا منم میخوام بگیرم، خاطره میشه. برو کنار ببینم تو چی هستی؟ تو رو کلا سه نفر میشناسن. چی داری میگی تو؟ یکیشونم منم. چی بگم؟ محصولات ارگانیکی مامان جون رو بذاریم وسط، یه دونه با محصولات ارگانیکی مامان جون بگیریم. ببین رو ویدیو ها. خب بذار واسه ما هم یکم متفاوت باشه، واسه ما ویدیو باشه، چه فرقی میکنه؟ بذار واسه ما ویدیو باشه، فقط بگو محصولات ارگانیکی مامان جون. یکی میگه پنیر، یکی میگه هلو، تو هم بگو محصولات ارگانیکی مامان جون. بیا ببینم، بیا بگو مامان جون، بگو. مظفر جون گولتو نمیخورم پسر، نمیخورم. نمیتونی تبلیغ کنی چون بدون اجازه من مجازات میشی، فهمیدی؟ دیگه نمیشه. چه مجازاتی؟ این چه فرایندیه؟ چی داری میگی پسر؟ داداشت بهت یه سیلی زد، تو هم داری میزنی دیگه، چکیم کردین رفتین. این دیگه چه حرفیه پسر؟ این هنوز کار اولته. تو برای کی داری ادای سلبریتی؟ قسم میخورم الان فشارم داره میفته رو زمین. قسم میخورم الان قش میکنم. بازم قش میکنم. قسم میخورم نتونستم جنسمو تبلیغ کنم. نهاد بابا جون، زود باش، زود. مامان محبوبه جون اونجا چه خبره؟ کارتونا دارن میان و میرن، اونجا چه خبره ها؟ قسم میخورم یه اتفاقایی داره میفته که ازش بی خبریم. پسر گفت 100 هزار لیره، اون بچه 100 هزار لیره در میاره. مثلا این عکسا به نظرم یکم سادن، یعنی خیلی جذبش نشدم. دقیقا، اما وقتی با این مقایسه کنیم این خیلی ساده به نظر میاد. یعنی اگه از من بپرسی سبک من بیشتر شبیه به این عکس هاست. یعنی نظرتون چیه؟ جان؟ چی میگی مادر؟ به نظر منم دومیه بهتره. دومی؟ آره، بذارینم نشون بدم. یعنی انگار که یکم امتحانشو پس داده. آقای جان، دلن خانم خواستن که به کارای کارخونه جواهرات یه نگاهی بندازین، بفرمایی. من گفتم رو شعارا کار بشه. بله کار کردم، براتون ایمیلم زدم. منم دیدم و حتی جوابشونم دادم و خواستم که دوباره روشون کار بشه. چرا ایمیل زدین؟ یعنی اگه از اینجا دستکون میدادین من میدیدم و میامدم. دستکون دادن یعنی چی؟ دستکون دادن یعنی چی؟ اگه بیشتر روی کار تمرکز داشتی میتونستی ایمیل رو دنبال کنی. من حواسم به کارم هست، مشکل چی؟ از کجاش خوشتون نیومده؟ خوب نشده، رسما خوب نشده. ما به شعارایی نیاز داریم که تاثیرگذارتر باشه و روی ذهن مردها هم بشینه. همچین چیزی باید پیدا کنیم. روی ذهن مردها؟ اما برای چی؟ مگه این جواهراتو برای خانما درست نمیکنن؟ اما این جواهراتو مردها برای خانما میخرن. فقط مردها واسه خانما جواهرات میخرن؟ واقعا باورم نمیشه. ما به عنوان آژانس باید برداشتمون اینطوری باشه؟ همینه، من این رفتار رو میخوام ببینم، این رفتار تهاجمی رو میخوام ببینم. با کلمه و شعارهای دست و پاشو کسی نیا سراغ من. با اون کلماتی که روح اوسیانگرتو باساب میده بیا اینجا. ما کجا بودیم؟ تو از دومی خوشت اومده بود. از دومی خوشم. آره باشه، اینو میگی خوبه. باشه گشنتون شده دارین از مجله غذا سفارش میدین؟ سنم جان، پلی میخواد یه کتاب آشپزی بده بیرون، الانم داریم رو اون کار میکنیم. آره حتی میتونه رو تنبم رو بره. عجیبه که ییت بهت نگفته. ممکنه گفته باشه، ممکنه هم نگفته باشه، نمیدونم. این مدت خیلی سرم شلوغه، یه پام اینجاست یه پام اونجا.
دارم دو تا کارو با هم اداره میکنم. بیشتر آثار ادبی کار میکنم، یعنی بیشتر رو اون تمرکز میکنم. آفرین به شما، عقب نموندین، سری سازگار شدین، عالیه واقعا. خیلی ممنون سنم جون. قرار عکساش هم جام بگیره، خب مشخص قرار دوتایی با هم بریم، برای همین گفتم قبل رفتن اینا رو تموم کنیم. عالیه، منم خوشحالم که تا 12 روز دیگه میرم سر کار اصلی که دوست دارم انجام بدم. یعنی 12 روزه میتونین شوهر رو پیدا کنین؟ شما اصلا نگران نباشین، من حلش میکنم. لوبیاش هم خیلی خوبه، بذارین 12 روز تموم بشه. خوبه، پس انتخاب کردی؟ آره، دومی. باش، عالی. دوبله شده در استدیو جم. خسته نباشی. بفرمایید. نهاد خان، یه کیلو برنج با یه روغن زیتون میخواستم. خب تو از اون مغازه ارگانیکی خرید نمی کنی؟ نه، دیدم قیمتش خیلی بالاست، به ما نمیخوره. اگه بخوای از جنسای اونا منم دارم. از کدوم جنسا؟ ای بابا بگیر دیگه چی میگم، ارگانیک. مثل واسه محبوبه است؟ آره، اما ببین نگو اونا نمیدونن منم دارم میفروشم از اینا، بعد تو دهن مردم میفتم. تو چند لیره میدی؟ اونا 50 میدن، من 40. باشه، حالا که اینطوره بس من میخوام. بیا زود بیا، زود بیا. بیا اینو بگیر، بذار تو کیفت. ببین اگه کسی دید بگو همدیگر رو نمیشناسیم. باشه، شطور دیدی؟ ندیدی؟ آخه چطور میشه نهاد خان، شما سالاست که بقال محل ما. بگو از بازار جایی خریدی دیگه. اما ببین اگه اسممو بدی به خدا انکار میکنم. باشه داریم یه جنس ارزون میگیریم و ببین به چه حال روزی افتادیم. خب به سلامتی. تکون نخورین. چه خبره، مثل راهزن اومدی تو مغازه؟ پس ما باید از شما بپرسیم اینجا چه خبره. آره واقعا که پشت صندوق داره با اون خانومه چی میگه، به خدا تو ذاتش این چیزا نبود. خاله سبیه، اون چیه؟ یه لحظه بده ببینم اون چیه. ها اون چیه؟ عجب عجب، روغن زیتون ارگانیکی. عمو بقال چی شده؟ نکنه وارد کارهای ارگانیکی شدی ها؟ نه اصلا ما همچین چیزی نداریم، خدا میدونه از کجا گرفته، حتما از یه جایی گرفته. چطوره خدا، قسم میخورم مناره دزدیده شده، اما هنوز جاش آماده نیست. نیزه تو کیسه جا نمیشه. نتونستین خورشید رو با گل بپوشونین، بهتره بگین یه چیزی رو پوشوندین، اما اون خورشید نیست. نهاد، یعنی واقعا با خودت چی فکر کردی؟ این خانوما میرن تو محله تو گوش همدیگه آخه چی میگن، بعدش به گوش ما میرسونن، اصلا به فکرت این چیزا نمیرسه ها. الان خاله سبیحه میره میگه از نهاد خان روغن زیتون ارگانیک خریدم، ارزونترم میده. یعنی این به گوش ما نمیرسه ها؟ اون هیچ کنون واسه من نیست. یکی از دوستام اینجا امانت گذاشته پیش من، گفت 2 دقیقه اینجا بمونن بعد میام میبرمشون. منم برای اینکه جان نگیرن گذاشتمشون زیر صندوق. اسمشو میبینی؟ نوشته محصولات ارگانیک مامان بزرگ جون. واقعا که واقعا که این رسما جله، تقلب. این تقلبیه و اینو فراموش نکنین که تقلبا اصلو درست میکنن. بله، من این مقاله نمیشناسم. بی خیال خاله سبیه، تو اینو بگیر به سلامتی استفاده کن، گرچه نمیدونم میشه ازش استفاده کرد یا نه. خیلی خب مزفر، بیا ما بریم. بی خیال، بذارین آقای محترم از زیر دخل ارگانیکاشو بفروشه. بیا بریم. بیا. البته جونم محصولات ارگانیکیه، خدا میدونه چیا توش میریزن. مراقبش مشروم نباشه، مراقبش، معلوم نیست از کجا اومده. ایمیل رو فرستادی؟ آره ایمیل رو فرستادم، سندشونم کردم. ببین واسه مشتری هم اومده. بلند شدم. آه پلین جون، ببین چی به ذهنم رسید. میگم تو این قضاهای توی کتابو برامون بپس. یعنی چی؟ برای شما؟ آره، برای بچه های آژانس. بالاخره آدم های خلاقیان، بذار من ازش رو تست کنم، شاید ایدهی به ذهنشون رسید. جان نظرت چیه؟ نمیدونم، یعنی واقعا لازمه؟ یعنی اینا همشون امتحان شده و تحسین شدن، یعنی امتحانشون رو پس دادن. به نظرم این که دوباره امتحانشون کنیم غیر ضروری. واه، مگه میشه؟ یعنی غذاهایی که توی انگلیس پخته میشن با غذاهایی که تو ترکیه پخته میشن یکیان؟ نمیشه که، مادر فرق میکنه، روغنش فرق میکنه. یعنی پرین به خاطر اینکه دنبال مخاطب ترکیه است باید با محصولات ترکیه. یعنی به نظرم فکر خوبیه، من میتونم درست کنم اگه از آشپزخونه ما استفاده کن.
به هر حال جایی نیست که نشناسی. امشب امشب خونه شما تو آشپزخونه جان سخته نشه یه وقت. آره سخته، اما این ماده ششم چرا انقدر سخته؟ بله، چطوری باید انجامش بدی؟ بخوای انقدر هم سخت نیست، حالا میشه کاریش کرد. راستش وقتمون کمه، اما پس من اینجا چی کارم عزیزم؟ تو فقط کافیه بخوای، خودم کمکت میکنم. من مشکلی ندارم، باید ببینیم نظر جان چیه. جا انداختیم، این قرارداد رو جا انداختیم. بله من نمیخوام مزاحم تو بشم، اگه برای تو هم مناسبه. من نسبت به کاری که تو عمل انجام شده قرار میگیرم ضعف دارم، خودت میدونی تو. باشه عزیزم، پس ما فوری بریم چون خیلی کار داریم، مگه نه؟ آره عالیه. میبینی آراسی بچه‌ها، یه لحظه توجه کنین، امشب همتون برای شام خونه جان دعوتین، منتظر تک تکتون هستیم. باشه مامان جان. میبینم منتظریم. خداحافظ. عالی شد. شما هم فقط دنبال تشویق کردید. من نمیرم. میای دیگه؟ آره میام، حالا که اصرار میکنی. آره گفتی نمیرم، بعد گفتی میام، بینشون ویرگولم نبود یه لحظه هم نگفتم. از خودت در نیار. واسمون کارشناس قضا شده خانم، هزار بار رفته اومده انگار خروجی و بلد نیست، هر دفعه باید جان ببره بدرقش کنیم. آره نه که آخه فیزیکدانم هست، قابلیت رفتن به مریخ هم داره، با کوانتوم سر و کار داره، اما فقط راه خروجی و بلد نیست. خیلی دهنت، یعنی به جای اینکه پرواز کنه برمیگرده میاد تو استانبول میشینه. به نظرت چرا واقعا؟ به نظرت چرا؟ اما بازم منو دعوت کرد. البته گفت میای. میای دیگه، تو میای؟ البته که میای. پس همتون بیاین دیگه. واقعا عالیه، توی این مدت کم چطوری تونسته همه اینا رو درست کنه؟ آخه ببین 12 13 14 15 16 خودو خوش اومدی. گفتم داریم 16 نو غذا باورم نمیشه. گفتی 16 نو؟ آره. بذار ببینم، اما همشون با لوازم شبیه به هم پخته شدن، اگه جمعشون کنی کلا 4 نوع غذا بیشتر نیست، فقط چون کوانتومیان به تیکه‌های مختلف تقسیم شدن. آره کوانتوما، البته در اصل شوخی قشنگی بودم. کسی نسش نگو. خب اینم از آخریش، ببخشید اینو من بذارم اینجا. و اینم 17. آفرین 17 نوع غذا. تو این مدت کم فقط تونستم اینا رو درست کنم. همه تون خیلی خوش اومدید. بله. از هر کدوم که دلتون میخواد شروع کنید سرویس هم اینجا. باشه خیلی خوب پسند شد. باشه من از همینجا شروع میکنم. آیه لحظه سب کنید. آیه مثل یه تابلوی خیلی قشنگ میمونه، به نظرم اول ازش عکس بگیریم. جان مادر میشه یه چند تا عکس از این میز بگیریم؟ نمیدونم لازم است یا نه، الان یکم فشارم بالاست، ممکنه واسه تون شور باشه. بیا بیا اینجا ببینم. ببین الان اینجا همه چی فوق العاده است، کلی آدم منتظرن که اینا رو بخورن. عزیز دلم معطل نکن بود. نور اینجا زیاد مناسب نیست، چون این عکس ها به پای من نوشته میشه و زیرش امضای من میخوره. بهتر نه نور رو من میتونم براتون ردیف کنم. الان این نور رو میارم میذارم وسط میز که نور داشته باشه. آی نور رفت. چی شد؟ برق رفت؟ آره برق منو گرفت. ولی برق کجا؟ هنوز روشنه. آره سنم میشه یکم دراز بکشم؟ گولتو نمیکنم جی جی، نمیکنم. همه چمو برق گرفت. جی جی میخوره، گوش نشه. بلم کن بذار من برم. مگه نه جی جی؟ الان به تو هم منتقل میشه. الان میاد. جان عزیزم مامانت خیلی حق داره، یعنی اگه الان ازشون عکس بگیریم بعدن واسه منم میده میشه. منظورم اینه که همه برای خوردنشون بیتابی میکنن، گفتم با عکس گرفتن وقتشون رو تلف نکنیم، اما بیخیال. از ما میگیره؟ بله. جان از ما هم بگیر مادر. پلین جون شب همگی بخیر. آه شب شما هم بخیر. ایما خانوم چقدر باشعوری تو. شما هم خیلی زیبایی. پلین خوش اومدی. سنم شبتون بخیر. شب بخیر. بیا بیا اینجا عزیزم. آخرین رمانی که نوشته بود و نپسندیدم، یعنی میتونست بهتر از اینا بنویسه، حداقل من اینطوری فکر میکنم. عجیبه، یعنی به چیزی که نیست انقدر اعتماد داری؟ به نویسنده اعتماد دارم، به حسا اعتماد دارم، فکر میکنم جا داره که بهتر از اون باشه. اگه اشتباه برداشت نکنی
برای کتاب آشپزی پلین چند تا توصیه دارم. عالیه، دوست دارم بشنوم. در ضمن نظرت در مورد غذاها چی بود؟ برای کتاب خیلی خوب نبود ها؟ خیلی بد بود. نمیدونم، من زیاد نتونستم بخورم، وضعیت معدم خرابه. معده درد دارم. اما همه طوری میخورن که انگار تا حالا چیزی نخوردن. با اشتها میخورن، معلومه خیلی خوششون اومده. اما یه جوری گفتی که انگار میخوای یه حرف دیگه بزنی. آره، یعنی میگم که تو کتاب خیلی تنوع هست، اگه یه سریشو حذف کنه و غذاهایی که بیشتر. دقیقا، راستش منم غذای سنتی رو دوست دارم. یعنی اگه لازم باشه میتونه حذف کنه. نه منم باهات موافقم. میخوای با هم با پلین حرف بزنی؟ نه با هم حرف نزنیم. با من رو درواسی داره، دلیلشو نمیفهمم. شما خواهر برادرین، به نظرم بهتره شما حرف بزنید. باشه، پس من بهش میگم. باشه، الان برمیگردم. پلین، خیلی حرف میزنه. غذا چطور بود؟ افتضاح. یعنی معده من یه خورده درد میکنه، برای همین نتونستم زیاد بچشمشون. این تو قصابی عثمانم هست، دندست دیگه. من الان میام. باشه پلین جون، واقعا فوق‌العاده. آی همه چی چقدر عالیه، مگه نه جان عزیزم؟ البته من خودم میدونستم که پلین دختر فوق‌العاده یه، اما نه دیگه تا این حد. دختره به خاک دست میزنه، طلا میشه مادر. آره همینطوره. سنم جون، عزیزم، تو هم وارد کار انتشارات شدی؟ یعنی به نظرم باید این فرایند خوب زیر نظر بگیری. البته مطمئنم میتونم از ایت فوت و فن کارو یاد بگیرم. باشه، پس بیا یه کاری کنی، من نظر جانو هم در مورد توصیه تو بپرسم، ببینیم این چی میگه. البته الان برمیگردم. باشه. یعنی اصلا شک ندارم. بفرمایید، ستارمونم اومد. جان عزیزم، درن در مورد کاتالوگی ایده خوبی داره، با هم یه نگاه بهش بندازیم؟ فوریه. آره بریم. عزیزم، اینطوری بریم به یه سری آدم های بی عرضه خدمات مهمی ارائه میده. یعنی فکرشو بکن، دیگه همه ی آدم ها میتونن منوهای ساده و آسون آشپزی کنن. اگه بدونین چقدر خوبه که نیازی به این ندارم، چون تمام دستور پختا تو این کله بزرگ و دوست داشتنی منه. پس مادرت در حق تو بی‌انصافی کرده، چون گفت سنم حتی بلد نیست یه نیمرو درست کنه. نگفته. گفت. نمیگه. گفت. حالا هرچی، به زودی میفهمی. نمیگه، حتما گفته نمیتونم منقل درست کنم. نکنه تو هم حوصلت سر رفته؟ نه، فقط خواستم هوا بخورم، تو خونه خیلی خفه بود. یعنی مؤدبانه حوصلت سر رفت. تو خوبی لیلا؟ خوبم امره خان. نیستی، خسته و غمگین به نظر میای. من حالم کاملا خوبه، به نظر شما اینطوری اومده؟ سرد شده، من دیگه میرم تو. لیلا، حداقل میتونیم به عنوان دوتا دوست با هم حرف بزنیم. مگه ما دوستیم امره خان؟ نیستیم. یعنی فکر میکردم شاید حداقل بتونیم دوست باشیم. شما دارین سر به سرم میذارین؟ تا جایی که من میدونم دوستا هر حسی که در مورد هم دارن و هر فکری که تو ذهنشونه رو با هم در میون میذارن تا دوستیشون ادامه پیدا کنه. به نظرم من و شما خیلی وقت از اون مرحله رد شدیم. از اون موقع به بعد امیدوار بودم که مثل دوتا همکار به هم احترام بذاریم. شبتون بخیر. سنم. لیلا این دیگه چی؟ آخه تو رو خدا این نمیدونم. چی؟ نمیدونم سنم، هرچی که هست من میخوام برم، تو میتونی بمونی؟ مطمئنی؟ خیلی حوصله‌ام سر رفته. نه حالت خوبه؟ نمیدونم، فقط میخوام برم. من میخوام بیام وایسا با هم بریم. آره. من میخوام یه چند تا چیز بهتون نشون بدم. بذارمش اینجا. هیما خانم، به خاطر مهمونی زیباتون ممنون، ما دیگه رفع زحمت جان عزیزم. سنم تو داری میری؟ آره دارم بالا میارم، خیلی خسته شدم، یکم خستم، معده‌ام هم درد میکنه جان. نمیدونم چمه، بعدا میبینم. باشه، منم داشتم میرفتم، شمارم میرسونم و اصلا هم هیچ زحمتی نیست. باشه باشه بریم. حواست کجاست؟ شب بخیر.
gözüm sonbahar gelir, kapanır çiçekler, şehri hüzün basar. Sen terk edince bütün bayraklar çekilir, kısalır cümleler. Görsen inanmazsın nasıl durur bekler zaman, yeniden dönmeni milyon kez anlatsam. Hayal edemezsin, uçmaz kuşlar, düşer yapraklar, sararır kitaplar, radyolar çalmaz, küser bana. شده در استدیو جم. سنم نیت اینجا چی کار میکنی؟ یه خبر خیلی خوب برات دارم، نتونستم تحمل کنم، خواستم بیام و بهت بگم. خب چی هست؟ یادت ما دیروز راجع به یه نویسنده حرف زدیم، تو گفتی میتونه بهتر از این بنویسه. آره، قرار بود برای اینکه داستانه رو بررسی کنه با مدیر برنامه‌اش جواب داده. هفته بعد میریم ملاقاتش. واقعا خیلی عالیه، خیلی خوشحال شدم. خیلی هیجان زدم. خیلی خوب. هیچ، چه خبره؟ حتما خیلی سر و صدا کردی. بله. داشتم یه خبر خوب به سنم میدادم. خبرت به شرکت ایده فوق‌العاده ربطی داره؟ نه، ما خب همین کافیه. اینجا آژانس ایده فوق‌العاده است و اینا کارمندای ایده فوق‌العاده هستن. من علاقه ای ندارم و اینجا هم کسی علاقه شنیدن نداره. بلتاب سنم هم علاقه ای نداره. ما کارای زیادی داریم که باید جمع و جورشون کنیم و حلشون کنیم. لطفاً ازت خواهش می‌کنم. حق با توئه. من یه فکر بهتری دارم. تو وقتی کارت تموم شد بیا دفتر من تا هم صحبتایی که پشت تلفن باهاش کردم و بهت بگم و هم راجع به این صحبت کنیم که وقتی رفتیم اونجا چی. فقط سنم ممکنه کارش امروز خیلی طول بکشه. مسئله نیست، منم دارم روی یه ترجمه کار میکنم، منتظرش میمونم، مشکلی نیست. باشه، پس در تماسی، میبینمت. باشه، میبینمت.